زنان و مردان شریف ایران زمین درود بر شما با بسته امروز پنجشنبه همراه ما باشید. خبری که سی تأیید کرد، خامنه ای به بایدن پیام داد. آلمان تمام روابط سیاسی و اقتصادی خود را با ایران قطع کرد. سفارت ها بسته شد. زمین چینی حکومت برای قطع گاز صاحب دومین زخایر گازی جهان گرفتار فساد ولایی قبل از ادامه این اخبار از شما یاران کانال میخواییم همین الان ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنیم شبکه تلویزیونی سی این این به نقل از یک منبع بلند پایه در دفتر جو بایدن گزارش داد که ایران به حمله اخیر اسرائیل به این کشور احتمالا تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پاسخی قطعی و دردناک خواهد داد. گزارش سی این این به نامه استناد می کند که از ایران به طور ناشناس و مستقیم به دفتر کاخ سفید فرستاده شده است. این منبع مطلع می گوید پاسخ جمهوری اسلامی با چه که تجاوز اسرائیل خواند قطعی و دردناک خواهد بود به نوشته سی این اگرچه این منبع بلند پایه تاریخ دقیقی برای حمله احتمالی ایران به اسرائیل ذکر نکرد اما او گفته که این حمله احتمالا قبل از روز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده انجام شود این گزارش در حالی است که کاخ سفید به ایران هشدار داده که نباید به حمله تلافی جویانی اسرائیل پاسخ دهد و در غیر این صورت آمریکا از اسرائیل بر برای دفاع از خود حمایت خواهد کرد. از سوی هالوی رئیس ستاد در تش اسرائیل نیز تهدید کرده که اگر ایران بار دیگر اقدام به حمله موشکی کند، اسرائیل به مکانهای جدیدی در ایران حمله خواهد کرد. در تلویزیون جمهوری اسلامی نیز ساعت به ساعت درباره لزوم پاسخگویی به اسرائیل صحبت می شود. فهمون کردم برای اینکه یک جنگی در بگیره اراده یک طرف... یک, طرف کافیه یعنی اینکه ما بگیم ما نمیخوایم جنگ بشه ما نمیخوایم جنگ دو نفر هم باسادن. یکی میخواد دعوا بکنه یکی میخواد بزنه اراده اون یک نفر که فاعت میکنه اگه نفر دوم میگه آقا نه من نمیخوام جنگ کنم مثلا اون سگ هاریه که داره میدوه و اگه شما وای نسی خب میزنه بعد وایسی تا اون فرار بکنه خب بگم این اگر ما میخوایم ما اگر ما صلح پایدار میخوایم اگه پیشرفت اقتصادی و صنعتی میخوایم اگه امنیت برای پیشرفت صنعتی و فناوریمون میخوایم باید محکم به این جسارت و حماقتی که رژیم صهیونیستی کرده پاسخ بدیم وگرنه هر وقت که حوث بکنه هر جایی رو احساس بکنه که باید بزنه میزنه اگر ببینه که هزینه نداره براش رهبر انقلاب سالها قبل معادله یک به ده رو مطرح کردن که اگر دشمن میدونه اگر یکی بزنه ده تا میخوره منم. خیلی ها معتقدن که تنها روش بازدارندگی در مقابل این سگ منطقه همین معادله یک به ده هست یعنی باید شنان ضربه بخوره که هزینه های سنگینی بده حالا اینا میگم همه نکاتی هست که گفته میشه برای اینکه مسئولین انشاءالله بهترین تصمیم رو بگیرن چون مقطع بسیار بسیار مهمیه و اگر کوتاهی بکنیم به نصف های آینده باید پاسخگو باشیم جمهوری اسلامی این هفته تعدادی از همسایگان خود از جمله عراق آذربایجان و ترکمنستان را به دلیل دست داشتن در حمله اسرائیل تهدید کرده و گفته در پاسخ قطعی خود به خاک آنها نیز حمله خواهد کرد نظامی ام از سوخته در واقع غیر نظامی رو داره در برای اشغالگران تأمین میکنه داره از خط لوله باکو در آذربایجان تفلیس در گرجستان تا بندر جیهان ترکیه عملا تأمین میشه از اونجا بار نفتکش میشه و عمدتا میره در اسقلان اونجا با خط لوله میره پالایشگاه هیفا و اشدود و اونجا تبدیل به سوخت و فرآورده های مورد نیاز اشغالگران میشه همین الان زمزمه در واقع مطرح شده مبنی بر اینکه کشوری مثل کشور آذربایجان در حمله اخیر تجاوز اخیر رژیم سیونسی به کشور ما نقش داشته به نظر من یکی از اون شریان های اصلیه که حتما اقتصاد رژیم سیونسی رو تا یه حد قابل توجهی همین خط لوله هم مسیر بعدیش تا به بنادر رژیم سیونسی میرسه رو به شدت میتونه فلج خطاب خانی های مقامات جمهوری اسلامی پس از حمله اخیر اسرائیل به ویژه پس از کشته شدن حسن نصر الله و اسماعیل هنیه نسبت به گذشته سطح نازل تری دارند. هرچند مقامات ایران ناگزیرند برای حفظ و رازی نگه داشتن پایگاه اجتماعی خود به اصحارت تهدید آمیزشان ادامه دهند. یک مقام اسرائیلی گفته اگر خامنه ای تصمیم جنون دیگری بگیرد یعنی اگر مجددن دستور حمله اسرائیل را صادر کند آن وقت خطرات حقیقتا جدی در انتظار رژیم اسلامی خواهد بود از جمله حمله مستقیم به بیت رهبری در خیابان پاستور وزارت خارجه آلمان روز چهارشنبه نهم آبان اعلام کرد سفیر این کشور در تهران در پی اعدام جمشید شارمحت شهروند آلمانی ایرانی خاک ایران را ترک کرده است به گزارش خبرگزاری آلمان سفیر آلمان در ایران برای مشاوره به برلین فراخوانده شده است تا این کشور به شدیدترین وجه به اعدام شارمحت اعتراض کند سخنگوی وزارت خارجه آلمان با اعلام اینکه ایران میدانست باید انتظار اقدام فوری را داشته باشد گفت ما خواهیم دید که این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت این سخنگو افزود قتل یک شهروند آلمانی رشته پرتنشی در روابط ایران است که همین الان هم به پایین ترین سطح خود رسیده است بر اساس اخبار رسیده دولت فدرال آلمان تمام روابط اقتصادی سیاسی سی خود را در دولت جمهوری اسلامی به حالت تعلیق درآورده و سفارت رژیم در برلین نیز بسته شده وزارت خارجه آلمان در خود از اعلام همبستگی شرکای اروپایش که آنها نیز اعدام جمشید شارمهد را محکوم کردند، قدردانی کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آلمان، واضح است که این امر پیامدهای جدی برای روابط اتحادیه اروپا و ایران خواهد داشت. اقدامات هدفمند و قابل توجهی در حال بررسی است که اکنون به طور مشترک دنبال می شود. او افزود که البته ما در مورد تحریم ها نیز بحث خواهیم کرد. گفته شده اراقچی وزیر خارجه رژیم که دو روز پیش به اعتراض شدید وزیر خارجه آلمان دهنکجی کرده بود دیروز سعی کرد با شرکای اروپایی تماس بگیرد و آنها را با آغاز مذاکرات هسته‌ای و روابط اقتصادی ترغیب کند که تمام دولت های اروپایی به درخواست او پاسخ رد دادند اراقچی که به شدت عصبانی بود در جلسه دیروز مجلس به نمایندگان توضیح داد جمهوری اسلامی در, در دردسر جدیدی افتاد دست. او از قوه قضایی خواست به اعدامهای شتاب زده و بدون هماهنگی با وزارت خارجه پایان دهد مقام های جمهوری اسلامی زمین چینی برای توجیه کمبود گاز در زمستان و ناترازی ها را از نخستین روزهای دومین ماه پاییز آغاز کردند. حدود یک هفته پیش فرهاد شهرکی عضو کمیسیون انرژی مجلس به سراحت گفت که زمستان امسال ناترازی گاز هم به ناترازی برق اضافه می شود. مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی نیز روز سهشنبه در جریان دفاع از لایه بودجه 1404 افزایش تعرفه ها را راه حل خواند و روز چهارشنبه نهم آبان نیز سعید توکلی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در نشستی خبری کمبود گاز را با سردتر شدن زمستان امسال توجیه کرده رئیس شرکت ملی گاز ایران با استناد به پیش بینی های سازمان هواشناسی گفت که زمستان امسال نزدیک به چهار درجه سردتر از سال قبل خواهد شد و این به معنای افزایش 100 میلیون متر مکعبی مصرف روزانه ی گاز است. معاون وزیر نفت در ادامه مزدسوزی در صنایع و نیروگاه ها را نیز تلویحاً توجیه کرد و گفت هر چه مصرف بخش خانگی بیشتر می شود مجبوریم تحویل گاز به صنایع و نیروگاه ها را محدودتر کنیم. و سوخت معادله بیشتری به آنها تعویل دهیم به گفته این مقام وزارت نفت امدوستان های شمالی ایران تحت تاثیر توده هوای سردی قرار میگیرند که وارد کشور می شود. امسال که الان من خدمت شما هستم آبان ما یه سال استثنایی داریم این استثنایی بر اساس آمار و ارقامیه که این چند روز شما ملاحظه کردید اولین باره که اصلا یه توده هوای سرد اسکاندیناوی تو کشور وارد میشه این توده سرد اسکاندیناوی سابقه نداشته از همکارهای خودم در دیسپچینگ و هواشناسی ما بررسی کردیم سابقه وجود نداشته تفاوتش با بقیه توده سرد چیه؟ اینه که این توده عمده استانهای شمالی کشور تحت تاثیر قرار گرفتن یعنی یازده استان شمالی کشور تحت تاثیر قرار گرفتند و میزان افزایش برودت که اصطلاحا باعث افزایش مصرف شده بالغ بر دوازده درجه سانتیگراد بوده ما در شبکه خودمون بر اساس بررسی دقیق کارشناسی دوستان برآورد کردن که اگر هر یک درجه سانتیگراد کاهش دما داشته باشیم میزان مصرف نزدیک به 25 میلیون متر مکعبه برای که قریب به ذهن بشه 25 میلیون متر مکعب یعنی یه فاز اصلیه سخنان متناوب مقام های جمهوری اسلامی درباره کمبود و ناترازی گاز در حالی تکرار می شود که ایران جز است کشور نخست دارای ذخایر گاز طبیعی در دنیاست وانچه کم بود و ناترازی گاز را در این کشور رقم زده مدیریت ناکارآمد و امتناع سرمایه گذاری و بهره برداری از ذخایر گازی است مقام های جمهوری اسلامی همواره در مسئله ناتراسی های آب برق بنزین و گاز انگشت اتهام را به سمت مردم میگیرند و آنان را به بد مصرفی متهم می کنند. در مواردی نیز افزایش تعرفه ها را راهکار حل مشکلات می‌دارند. مسعود پزشکیان روز سهشنبه در جریان دفاع از لایحه بودجه 1404 در مجلس به سراحت گفت که ناترازی ها به مداخله نیاز دارند. او تلویحا تهدید کرد که در صورت افزایش نیافتن تعرفه انرژی برق و گاز صنعتی تولیدی قطع خواهد شد. پیش از او نیز فرهاد شهرکی عضو کمیسیون انرژی مجلس خبر داد که مخازن سوخت نیروگاه ها نسبت به سال گذشته کاهش یافته و ناترازی گاز در کنار ناترازی برق در زمستان امسال قابل پیش بینی است همزمان برخی گزارشها از آغاز مازود سوزی در برخی نیروگاه ها از جمله شازن در استان مرکزی خبر دادند روزنامه همیهن روز چهارشنبه در گزارشی به موضوع ناتروزی گاز پرداخت و نوشت که در رفت سوخت در ایران 48 میلیارد دلار است در این گزارش آمده است در سال 1402 ایران با تولید روزانه حدود 3822 هزار بشکه نفت خام و میانات گازی حدود 1.4 دهم درصد تولید جهانی را انجام داد و در رتبه هفتم تولید نفت جهان قرار داشت اما به دلایل مختلف شاهد هدر رفت سوخت بود که نتیجه آن ناترازی عرضه و تقاضای انرژی است برخوردار نبودن از فناوری های بروز دنیا در دسترس نبودن تجهیزات و تاسیسات سامانه های سرمایشی و گرمایشی و وسایل حمل و نقل فرسوده از مهمترین عوامل هدر رفت سوخت به شمار می روند. اما مهمتر از همه آنها سوء مدیریت عرضه و مصرف انرژی است <تصفح> <تصفح> یاران و همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه از کانال کیوسک رسیدیم. نظر شما در ارتباط با این اخبار چیست؟ دیدگاه خودتون رو در ارتباط با این خبر از بخش کامنت های این ویدیو با ما به اشتراک بگذارید. شب بر همگی خوش پاینده ایران.